بارون یکم با هم دیگه صحبت کردیم، یه روش خیلی خوب بهت گفتم که چجوری بتونیم خیلی سریع ضابطه بارون هر تابع دلخواهی رو به دست بیاریم. این روش رو یه بار با هم بریم. مثلا فرض کن بچا تابع fx‌مون این شکلیه، x2 منهای 2x به علاوه 2 مثلا، که این یه سهمیه ضریب x نسبت دهانه سهمی رو به بالا، این ما میدونیم. حالا طول رأس این سهمی میشه منفی b به روی 2، یعنی عدد 1. فرض کن طراح از من میخواد که بیام این تابه رو به ازای x های بزرگتر از رأس بارونش بکنم. اول محدود میکنم به ازای x های بزرگتر از رأس که بارون پذیر باشه، بعدش میخوام بارونش بکنم. کاری که انجام دادیم این بود، اول اومدیم اینو یه مقدار مرتب ترش کردیم، نوشتیم x منهای 1 به توان 2 به علاوه 1، چون ما میدونیم x منهای 2 x به علاوه 1 همون x منهای 1 به توان 2. اینجا چون به علاوه 2 داشتیم، یه دونه یکش برای اتحاد شدن رفت، یه دونه هم یکش مون که کنارش بذاریم جمع بشه. حالا من میخوام اینو وارونش بکنم. بچه ها چک میکنیم ببینیم تابع f چجوری تولید شده. تابع f چجوری تولید شده؟ یه ایکسی بوده گرفتیمش منهای یک کردیم، ایکس منهای یک تولید شده، به توان دو رسوندیمش، شد ایکس منهای یک به توان دو. در نهایت چیزی که تولید شده رو به علاوه یک کردیم. حالا واسه به دست آوردن تابع وارون میریم کارها رو از آخر به اول برعکس انجام میدیم. این چیزی بود که جلسه قبلی با هم دیگه صحبت کردیم. واسه به دست آوردن وارون ایکس رو میگیرم منهای یک میکنم، میشه ایکس منهای یک. به جای توان دو رادیکال میگیرم. اگر خاطرت باشه گفتم اگر توی تابع اصلی توی تابع درجه دو بمونون x به ازای x های بزرگتر از رأس محدود شده بود، پشت رادیکال باید مثبت باشه، مثبت رادیکال میگیریم و به جای منهای یک به علاوه یک میکنیم. این میشه ضابطه f بارون، رادیکال x منهای یک به علاوه عدد یک. حالا از این به بعد میخوایم بریم راجع به یه سری ویژگی های این تابع بارون صحبت کنیم. پس من این رو پاک میکنم، این عنوان یه یادآوری بود واسه کسایی که جدید اضافه شدن که چجوری ما بارون تابه رو به دست بیاریم. بحث این جلسه‌مون راجع به برخورد یه تابه است با بارون خودش. من اینا رو پاک بکنم که بتونیم اینو بنویسیم. فرض کن که یه دونه تابه داشته باشم، یه تابه افی داشته باشم، میخوام این با بارون خودش برخورد بکنه. مثلا اینجا رو نگاه کن بچه‌ها، فرض کن تابع f این شکلیه. من میام تابع f رو نسبت به خط y مساوی x قرینه میکنم، قاینه میکنم، یه همچین نموداری تولید میشه، به این نمودار گفتیم f بارون. حالا میخوام برم محل برخورد تابع اصلی f با بارون خودش رو پیدا بکنم. بعدن میخوایم راجع به برخورد یه تابع با بارون یه تابع دیگه‌ای صحبت بکنیم. فعلا تابع f داره بارون خودش رو قطع میکنه. حالا دو تا چیز باید بدونیم. اگر تابع اصلیمون صعودی باشه، مثل این تابعی که من کشیدم، یعنی وقتی که از چپ میریم به راست مقدار تابع افزایش پیدا کنه، نمودار تابع به سمت بالا بره، اگر تابمون صعودی باشه این شکلی که من کشیدم باشه، برای پیدا کردن محل برخورد اف و اف بارون نیازی نیست بری اف بارون رو پیدا بکنی. اینجا رو نگاه کن، ما توی این نقطه برخورد سه تا تابع داریم که با هم درگیرن. یه دونه تابع اف، یه دونه تابع اف بارونه. قاعدتا این به ذهنت میرسه که واسه پیدا کردن برخورد هر دو تا چیزی بریم اون دو تا رو مساوی هم قرار بدیم، اما این وسط یه دونه ایگرگ مساوی ایکس هم هست که باید بهش توجه بکنیم، که ایگرگ مساوی ایکس خودش هم یه تابع است که دارم میبینم محل برخورد اف با اف بارون همون محل برخورد اف با ایگرگ مساوی ایکس هست. اگر تابع اف هم صعودی باشه، برای پیدا کردن محل برخورد اف و اف بارون به جای اینکه برم اف بارون رو به دست بیارم، بعدش بیام معادله fx مساوی f بارون x رو حل بکنم، به جای این کار که کار سختیه چون به دست آوردن ضابطه بارون طول میکشه، میرم محل برخورد f با y مساوی x رو پیدا میکنم. پس اگر تابمون صعودی باشه، واسه پیدا کردن محل برخوردش با بارونش میتونیم بریم معادله fx مساوی x رو حل بکنیم اگر تابمون صعودی باشه. اما اگر صعودی نبود، از همون راه خودمون میریم یا رس میکنیم. اینجا رو نگاه کن، اولین سوال، سوال ریاضی سال 92 میگه اگر fx x2 به علاوه 2x به علاوه 1 باشه، که من میدونم x2 به علاوه 2x به علاوه 1 همین x به علاوه 1 به توان 2، دامنش هم منفی 1 تا مثبت بی‌نهایت، یعنی از رس به بعد محدودش کرد، میگه نمودار f و f بارون در چند نقطه متقاطعن، با توجه به اینکه این یه سهمیه که دهانش رو به بالاست و طول رأس سهمی منفی 1،
و طرح منفی یک به بعد رو میخواد نگه داره. یعنی ما یه تابع سودی داریم، طرح این فیچر رو میخواد نگه داره. پس برای پیدا کردن محل برخورد این با وارونش میتونم چیکار بکنم؟ برم تابع اصلی رو مساوی x بذارم. واسه پیدا کردن محل برخورد تابع f با وارونش نیازی نیست بریم f وارون رو دست بیاریم، میریم معادله x مساوی x رو حل میکنیم. نگاه بکن، تابع f x هم x دو به علاوه دو x به علاوه یک، این رو مساوی x میذاریم میشه معادله x دو به علاوه x به علاوه یک مساوی صفر. بچه ها بریم این معادله رو حل بکنیم. اول باید دلتا بگیریم، دلتای این معادله این میشه به دو یک منهای چهار آسی، منهای چهار دلتا منفی دلتا شد منفی سه، یعنی این معادله جواب نداره، پس محل برخوردی وجود نداره، پس این دوتا غیر متوازن. اگر دوست نداشتی این رو، ما بلدیم x به علاوه یک به توان دو رو رسمش بکنیم، x به علاوه یک به توان دو همونطوری که میدونی یه سهمیه که دهانش رو به بالاست، دهانش رو به بالاست و طرح از منفی یک به بعد این رو خواسته نگهش داره، ما هم از منفی یک به بعد نگهش داره. این میشه شکل تابع اصلیمون تو بازه ای که طرح میخواد. حالا میام y مساوی x رو هم رسم میکنم. اینجا رو خوب گوش بده، میام y مساوی x رو رسم میکنم، حالا این رو نسبت به این آینه میکنم، اینو با سبز میکشم. محل برخورد f با محور x یه نقطه است با طول منفی یک، پس محل برخورد وارونش با محور y یه نقطه است با عرض منفی یک، وارونش یه همچین شکلی میشه. دارم میبینم f و f وارون برخوردی ندارن، اینم راه دومش اگر دوست نداشتی از این معادله استفاده کنی. بریم سراغ سوال بعدی. بچه‌ها روی این سوالی ندارید، اگر سوالی دارید روی این بپرس، سوالیه که احتمال تکرار شدنش هست چون توی کتاب درسیتون، هرچند که توی سری کتابای کنکور بهش پرداخته نشده، اما توی کتاب درسیتون یکی دو تا نمودار داره که اتفاقا باید خیلی حواست به این داستان باشه. استاد یکی از بچه‌ها پرسید اگر نزولی بود چیکار؟ اگر نزولی بود بیا پیش من بهت میگم چیکار. بریم سراغ بعدی. میگه نمودار تابع اف ایکس مساوی ایکس به علاوه 4 به روی ایکس منهای 2 با دامنه آره منهای 2. اینجا اطلاعات تازه‌ای به من نداده. ما میدونیم تو دنیای ریاضی مخرج نباید صفر باشه، مخرجش x منهای 2، پس x نمیتونه 2 باشه. اینجا اطلاعات واضحه، این خاصی به من نداده. دامنه آره منهای 2 باید این شکلی باشه، از این اطلاعاتی من به دست نمیارم. بریم الان میگه نمودار وارون خود رو با کدوم طول قطع میکنه. بحث برخورد این تابع است با وارونش. حالا فرض کن تو اصلا این نمودار هموگرافیک رو نمیشناسی، یعنی نمیدونی سعودیه، نمیدونی نزولی، اصلا شکلشو بلد نیستی، مگه به دست آوردن وارونشو به سریع یاد ندادم؟ ما میدونیم برای به دست آوردن وارون این میام ضریب x صورت و عدد ثابت مخرج رو توی منفی ضربش میکنم و جا به جا میکنم. پس f وارون x هم چی میشه؟ f وارون x رو من میخوام جلوی این بنویسم، بخاطر اینکه من برای پیدا کردن محل برخورد f با وارونش باید معادله fx مساوی f وارون x رو حل بکنم. حالا که این fx رو اینجا دارم نمیخوام دوباره بنویسمش، این دوتا رو توی منفی ضرب میکنم، f وارون دارم اینجا مینویسم که همین معادله هرم حل بکنیم همزمان. f وارون این منفی 2 توی یه منفی ضرب میشه، میشه مثبت 2 میاد میشه اینجا، میشه 2x به علاوه 4 به روی x، اینجا مثبت 1 داریم توی منفی ضربش میکنیم میاریمش پایین، میشه x منهای 1. حالا این شد f بارون، این شد fx مون. ما الان اینجا fx داریم، اینجا هم f بارون x داریم. واسه پیدا کردن محل برخورد هر دوتا تابعی میریم اون دوتا رو مساوی هم میذاریم. ما الان نمیدونستیم این سودیه یا نسودیه، که البته تو کاربرد مشتق احتیاط میدم همین رو رسمش کنی هم تشخیص بدی که سودیه یا نسودیه، اما فرض کن نمیدونیم الان ما تو اینجا این معنی نمیدونیم این چه وضعیتی داره. رفتم فارمو به دست آوردم مساوی اینو داشتم تا محل برخوردش پیدا بشه. یه طرف این وسط اینو ساده بکنیم، x منهای 1 در x به علاوه 4 میشه x به علاوه 3x منهای 4 مساوی ادامهش رو اینجا می‌نویسم، x تو 2x به علاوه 4 x منهای 2 تو 2x به علاوه 4 باید ضرب بشه. حالا اینجا رو گوش بده بچه‌ها، این x منهای 2 اینم 2x به علاوه 4 یعنی 2 تا x به علاوه 2 از یه دو فاکتور بگیر تو ذهنت.
حالا دو رو بذار کنار، یه دونه x به علاوه یه دو داریم، یه دونه x منهای دو، تو همون ضرب میشه، میشه x دو منهای 4. یه دو هم البته داشتیم، پس میشه 2x دو منهای 8. 2x دو منهای 8. حالا همه رو ببریم یه طرف، همه رو میبرم یه طرف، یه دونه x دو اینجا دارم، میرسم راست میشه x، یه دونه 3x دارم میبرم این بر، میشه منفی 3x، یه دونه منفی 4 دارم میبرم اون بر، میشه مثبت 4. یه منفی 8 هم داشتیم، میشه منفی 4. x دو منهای 3x منهای 4 مساوی 0 شده. بهت گفتم تو کنکور هر وقت که معادله درجه دو دادن چک کن ببین آیا مجموع ضرایب صفر هست یا نه. به توی اینجا چک بکنی مجموع ضرایب صفر نیست، ولی جمع اولی و آخری یک منهای 4 میشه منفی 3 با وسطی برابره. چون جمع اولی و آخری با وسطی برابره، یکی از ریشه هامون منفی 1، اون یکی ریشه منفی 3. منفی منفی 4 میشه مثبت 4، به روی 1 میشه عدد 4، پس اون یکی 4. جواب های ما یعنی برخورد F و F بارون رو دوتا نقطه با طول منفی 1 و طول 4، طول منفی 1 و طول 4 یعنی گزینه 2 پاسخ بسته. حالا بریم سراغ سوال بعدی که اتفاقا توی کتاب درسی هم این اومده. حالا اون دوستان که پرسید اگر نزولی باشه چه شکلی میشه، این کتاب نزولیه، نمودارش توی کتاب درسی هست و احتمال مطرح شدنش توی کنکور خیلی زیاده، چون توی نظام قدیم اکثر تابه که مطرح میشد سعودی بود، چون خود کتاب درسی راجع به تابه سعودی صحبت کرده. اما توی اینجا این تابه رو توی کتاب درسی تو مطرح کرده توی نظام جدید و ممکنه که ازش سوال بشه. میگه اگر f(x) منفی x3 باشه، بچه‌ها ما میدونیم نمودار منفی x3 یه همچین چیزی، این نمودار منفی x3 میگه نمودار دو تابه f بار اون f در چند نقطه متوازن، اینو بیام نسبت به y مساوی x آینش بکنم چی تولید میشه؟ یه همچین نموداری تولید میشه. این نسبت به این آینه میشه یه همچین چیزی میشه، این تیکه هم نسبت به این آینه میشه یه همچین چیزی میشه. این در واقع بارونش میشه منفی رادیکال x با فرجه 3 که دارم میبینم در نقطه با طول منفی، در یه نقطه با طول 0 و در یه نقطه با طول مثبت، اینها دارن همدیگر رو قطع میکنن. توجه داشته باش توی اینجا که تابعه اصلیمون سعودی نبود و نزولی بود، محلهای برخورد نسبت به y مساوی x متقارن هستن که لزومی نداره این رو بدونی، اما توی ذهنت باشه بد نیست، یه بار دیده باشی بد نیست. تا اینجا هم بگو ببینم سوال داریم یا نه. تعداد نقاط برخورد رو میخواست، سه تا نقطه برخورد دارم. سوال داریم از بچه‌ها؟ اینو کامل یاد گرفتید راجع به محل برخورد یه تابع با بارون خودش سوالی ندارید؟ پس این سوال رو تو ذهنت باشه، اگر راجع به محل برخورد یه تابع با بارون خودش صحبت بشه چک کن ببین تابع سعودی هست یا نه. اگر سعودی بود میتونی به جای پیدا کردن اف بارون یا به جای رسم بری اف ایکس رو مساوی ایکس قرار بدی و خیلی سریع به جواب برسی. و اگر نمیدونستی سعودی هست یا نیست و یا شاید میدونستی نزولیه، یا میریم سراغ رسم تابع و یا اینکه بارونش رو اگر بلد باشی میریم به دست میاریم، که من اکثر تابه ها رو به یاد دادم چجوری خیلی سریع بتونی بارونش رو پیدا بکنی. حالا میخوام راجع به محل برخورد یه تابه با بارون یه تابه دیگه با هم صحبت بکنیم. توی اینجا معمولا راه فراری نداری و حالا متوجه میشیم اون روشی که بهت گفتم چقدر قراره کمکت بکنه و چقدر از بقیه رقیبات قراره جلوتر حرکت بکنی. یه تست رو هم ببینیم، تست داخل 98 که اینو من جلسه قبلی سریع هم برات حل کردم، میخوام یه مقدار بیشتر راجبش توضیح بدم. میگه اگر f(x) x دو منهای 2x منهای 3 باشه، به ازای x های بزرگتر مساوی 1، نمودار دو تابع f بارون هست، داره تابع اصلی رو بارونش میکنه و راجع به برخورد این تابع بارون این تابع با یه تابع دیگه مثل j داره از من سوال میپرسه، دیگه نمیخواد ببینه خود تابع f بارونش رو کجا یا توی چند نقطه قطع میکنه. الان سوالش اینه بارون این یه کس دیگر رو کجا میره قطع میکنه. بریم با هم ببینیم چه کار بکنیم. برای پیدا کردن محل برخورد f بارون با یه کس دیگه این دوتا رو باید مساوی هم قرار بدیم، یعنی باید بریم معادله f بارون x مساوی j x رو حل. این تا اینجا که کسی مشکل نداره. تا اینجا سوال دارم؟ اگه سوال داری بپرس. همه اوکی؟ همه اوکی. اصلا سوال دارم.
برم اینو وارونش بکنم، بهت یاد دادم این یه دونه درجه دوه که توی ایکس های بزرگتر از یک محدود شده، دهانه سهمی رو به بالا داری میبینی ضریب ایکس دو مثبت. حالا من اینو یه کوچولو مرتب ترش بکنم، اف ایکس ایکس دو منهای دو ایکس منهای سه، من مینویسم ایکس منهای یک به توان دو، یه دونه به علاوه یک اینجا که عدم که بتونم این رو مرتب کنم، یه منهای یک هم بهش میدم، یه دونه منهای سه هم قبلا داشت، میشه منهای چهار. از تابه یه اف ایکس هم رو یه کوچولو مرتب تر نوشتم، نوشتم ایکس منهای یک به توان دو منهای چهار. حالا چک میکنم تابه اصلی چجوری تولید شده، تابه اف امون چجوری تولید شده بچه ها؟ یه دونه ایکس بوده گرفتیم منهای یک کردیم، شده ایکس منهای یک، به توان دو رسوندم اینو، میرم به توان دو میرسونمش، بعد از اینکه به توان دو برسونیمش منهای چهارش میکنیم. این فرایند تولید تابه اف این است. حالا میخوام برم از آخر و اول کارا رو برعکس انجام بدم، میخوام برم اف وارون رو به دست بیارم، ایکس رو میگیرم به جای منهای چهار به علاوه چهار میکنم، میشه ایکس به علاوه، به جای توان دو رادیکال میگیریم، میشه رادیکال ایکس به علاوه چهار، به جای منهای یک به علاوه یک میکنیم، میشه یک به علاوه رادیکال ایکس به علاوه چهار. این شد ضابطه اف بارونمون که واسه پیدا کردن محل برخورد اف بارون با یه تابه دیگه مثل ژ که طراح ضابطه شو داده ایکس منهای نه دوم، باید برم اف بارون رو مساوی ژ بذارم. بریم اف بارون رو مساوی ژ بذاریم بچه ها. اف بارونمون یک به علاوه رادیکال ایکس به علاوه چهاره، این اف بارون ماست. تابه ژمون چیه؟ تابه ژمون ایکس منهای نه دومه. حالا ما بگه نمیخواییم ببینیم که تو کدوم نقطه این دوتا برخورد میکنن، پس باید یه ایکسی پیدا بکنم که توی این معادله صدق بکنه، از گزینه‌ها بیا عدد بذار ببین کدومش باعث میشه این تساوی برقرار بشه. اگر بریم 12 15 یا 18 بذاریم این تساوی برقرار نمیشه، 21 رو جایگذاری بکنیم رادیکال 25 رو بیت میشه که میشه 5، 5 به علاوه 1 میشه 6، سمت چپ تساوی به ازای 21 شد 6. سمت راست تساوی رو هم چک بکنیم، 21 منهای 9 میشه 12، 12 دوم میشه 6، پس 21 باعث شد تساوی برقرار بشه، 21 پاسخ تسته. یه نکته بهت میگم دقت بکن بچه‌ها، بیا 15 رو جایگذاری بکنیم، اگه 15 بذاری زیر رادیکال 19 تولید میشه، تو اصلا رادیکال 19 بلد نیستی محاسبه بکنی، یعنی اصلا دیگه نیازی نیست ادامه بدی، همینجا بفهم که غلطه. یا 18 بذار 18 علاوه 4 میشه رادیکال 22، تو رادیکال 22 بلد نیستی محاسبه بکنی، که این دوتا که اصلا با نگاه اول باید حذفش میکردی، جنگ بین 12 و 21 بود، خب 12 رو چک میکردی نمیشد اون یکی جواب بود دیگه، یعنی در هر صورت یه بار کافی بود عدد رو امتحان بکنی. بریم یه دونه من برات تست شبیه سازی کردم از این، یه تست خوشگل دیگه با هم ببینیم. اون تابه که با هم حل کردیم تابه درجه دو بود، با توجه به اینکه این توی کنکور 98 اومده و یکی از سخت‌ترین تست‌های کنکور بود که ما با هم بررسی کردیم، الان ممکنه توی نظام جدید به شکل‌های مختلف تکرار بشه، من انواع و اقسامش رو به هر شکلی که طراح بتونه به فکرش برسه رو برات طراحی کردم گذاشتم اینجا، یعنی تو هر آزمونی از هر طراحی بری شرکت بکنی مطمئن باش این موضوع رو به راحتی میتونی بازو. میگه اگر اف ایکس مساوی 2 به علاوه رادیکال ایکس به علاوه 1 بشه، مجموعه طول نقاطی از اف بارون رو واسم پیدا کن که زیر محور ایکس باشه. ما قاعدتا باید چیکار بکنیم؟ باید بریم نامعادله اف بارون ایکس کوچیک‌تر از 0 رو حل بکنیم. باید بریم ببینیم که اف بارون کجاها منفیه، چون میخواد ببینه کجا زیر محور ایکسه. اما حالا نگاه کن حل ما رو، میگه اگه اف ایکس دو به علاوه رادیکال ایکس به علاوه یک باشه، چک میکنم تابه اف چجوری تولید شده، یه ایکسی بوده گرفتیم به علاوه یکش کردیم زیر رادیکال ایکس به علاوه یک تولید شد، پس تا اینجا ایکس به علاوه یک تولید شد، ایکس به علاوه یک، از چیزی که تولید شده رادیکال میگیریم، از چیزی که تولید شده رادیکال میگیریم، میشه رادیکال ایکس به علاوه یک، از رادیکال ایکس به علاوه یک تولید شده یه دونه دو هم بهش اضافه میکنیم، میشه رادیکال ایکس به علاوه یک
به علاوه دو اون فرایند تولید تابع F بود. حالا اینجا رو خوب گوش بده، از آخر به اول کار رو برعکس میتونم انجام بدم. X رو میگیرم منهای دو میکنم میشه X منهای، به جای رادیکال برعکسش توان دو میرسونم X منهای دو به توان، به جای به علاوه یک منهای یک میکنم. فقط توجه داشته باش باید چه اتفاقی بیفته، باید این درجه دوه توی رأسش محدود بشه، طول رأس سهمی اینجا عدد دوه، پس اینجا ایکسمون حواست باشه بزرگتر مساوی دو خواهد، چون درجه دو باید محدود بشه در حالت کلی که بارون پذیر نیستش. رادیکال اگر شکلش هم بکشیم میبینیم که محدود شده، اینو با هم صحبت کردیم کامل جلسه قبلی. اما حالا میخوام مجموع طول نقاطی از اف بارون رو پیدا بکنم از این رو که زیر محور ایکس باشه، اینو به راحتی میتونی رسمش بکنی، اصلا نیازی نیست بریم معادله رو بکنی. این رأسش یه نقطه است با طول دو و عرض منفی یک که ما به ازای ایکسای بزرگتر مساوی دو میخوایمش، و اولین محل برخوردش با محور ایکسی که دارم میبینم عدد سه. پس تو بازه بسته دو تا سه باز زیر محور ایکس، بازه بسته دو تا سه باز ممکن بود به اشتباه بیای یک تا سه رو بزنی، یعنی کسی که به این محدود کردن توجه نکنه میاد وارونش رو کل در واقع درجه دو رو در نظر میگیره و میگه از بازه یک تا سه زیر محور ایکس که طبعاً دقیقاً به همینجا همین رو میخواسته گزینه یک هم گذاشته که بری غلط بزنی. حواست باشه راجع به اینکه درجه دو باید طول رأسش محدود بشه، ما هم دیگه جلسه قبلی صحبت کردیم. اگر احیاناً یادت رفته یا تازه وارد کلاس شدی امروز، حتما آفلاینش رو از کانال رای آکادمی دریافت بکن. اگر هم حس میکنی توضیحات بیشتری نیاز داری، ما این رو به صورت خیلی خیلی کامل توی اپ رای توضیح دادیم بچه‌ها. این مبحث رو من اونجا حدود 15 تا اینو فکر میکنم تسل کردم کامل کامل بررسی کردیم. بریم سراغ یه تست دیگه. ما الان چی رو دیدیم از این؟ ما از برخورد یه تابع با بارون یه کس دیگه، تابع درجه دو، تابع رادیکالش رو دیدیم. حالا بریم ببینیم اگر تابع هموگرافیک بود داستانمون چیه. میگه اگر اف ایکس ایکس به علاوه 4 به ایکس منهای 2 باشه، این تابع اصلی ایکس به علاوه 4 به روی ایکس منهای 2، این تابع اف ایکس. باز شرط دامنه رو اینجا مطرح کرده که باید بده دیگه، گفته با دامنه آر منهای 2 که میدونیم مخرج نباید باشه، نمودار دو تابع اف بارون وجه ایکس مساوی منفی ایکس به علاوه 3 در چند نقطه متقاطعن. اینجا دیگه عدد گذاری نمیتونی بکنی، همونطوری که بهت گفتم اونایی که میگفتید جلسه قبلی که فلان تست رو چجوری با چرا با عدد گذاری حل نکردی، بهت گفتم اگر بتونی عدد گذاری بکنی بکن خیلی خوبه، اما اینجا چجوری میخوای عدد گذاری بکنی دیگه، تو چند نقطه متقاطعن باید تعداد نقاط برخورد رو به دست بیاری. فرض کن به جای اینکه میپرسید این کنکور 98، کنکور 98 پرسید در نقطه با کلام دور، حالا میگه در چند نقطه دیگه نمیتونی عدد گذاری بکنی، و اگر بخوای بری وارون رو با روش عادی به دست بیاری باید 5 6 دقیقه سر این سوال بمونی. داستان دقیقاً همینه دیگه بچه‌ها. اگر بخوای با روش‌های معمولی برید همون نتایج معمولی رو میگیرید دیگه، همون نتایجی که بقیه دارن میگیرن. تو کنکور 98 400 هزار نفر زیر 10% پاسخ دادن طبق اعلام رسمی سازمان سنجش. واضحه که داره اگر راه معمولی بری میشه نتیجه همون دیگه، یعنی از 600 هزار نفری که مثلا تو رشته تجربی تقریبا شرکت کرده بودن، از هر 3 نفر یه نفر میاد بالای 10% میزنه. و اگه به چیزایی که میگم تو همه بحثا خوب گوش بدی و اینها رو اجرا بکنی، مطمئن باش تو جزو افراد برتر این درس های بود، یعنی باید ریاضیت بشه نقطه قوته. و با این چیزایی که میگم این اتفاق مطمئن باش برات به بهترین شکل ممکن قرار بیفته. خب بریم اینو حل بکنیم بچه ها. میخوام برخورد اف بارون رو با ژ مشخص بکنم. بریم اف بارون رو به دست بیاریم. واسه پیدا کردن اف بارون میرم ضریب ایکس صورت و عدد ثابت مخرج رو یه منفی ضرب میکنم، جا به جا میکنم. منفی دو رو تو منفی ضرب میکنم میشه مثبت دو، میاد بالا میشینه میشه دو ایکس. بله اینجا ایکس داریم، اینجا ضریب مگه یک نیست، توی منفی ضربش کن منفی یک.
بیا بشونش پایین ایکس منهای این شد اف بارون. حالا تو اگه برخورد اف بارون با منفی ایکس و علاوه 3 رو نمیخوای، اگه برخورد اف بارون با منفی ایکس و علاوه 3 رو میخوای، پس بیا معادله اف بارون ایکس مساوی جی ایکس که حالا منفی ایکس و علاوه 3 هستش رو بعدا بکنید که منفی ایکس و علاوه 3. من برای اینکه دوباره نخوام اف بارون رو بنویسم اینجا اف بارون رو پاک میکنم، ولی بدون این اف بارونمه، میام همینجا ادامه میدم و این معادله ها رو اینجا تشکیل میدم. پس این شد اف بارون ما. ما داریم معادله اف بارون مساوی ج رو حل میکنیم، مساوی منفی ایکس به علاوه 3. یه طرف این وسط این ساده میکنیم و سوال میتره که براحتی. منفی ایکس توی ایکس میشه منفی ایکس، منفی ایکس تو منفی یک میشه به علاوه ایکس، 3 توی ایکس ضرب میشه 3 ایکس، یه دونه به علاوه ایکس هم اینجا داریم 4 ایکس میشه 3 تو منفی یک هم ضرب میشه منفی 3. اینجا این برام داریم طرف وسط این میکنیم مساوی 2 ایکس به علاوه 4 خواهد. حالا همه رو برداریم ببریم سمت راست، همه رو ببریم سمت راست، یه معادله داریم این شکلی نگاه کن، میشه ایکس دو 4 ایکس میره اون بر میشه منفی 4 ایکس با 2 ایکس میشه منفی 2 ایکس، منفی 3 هم میشه میره اون بر میشه مثبت 3، یه 4 هم اون بر داریم میشه به علاوه 7 مساوی 0. بچه ها بریم این معادله درجه 2 رو حل بکنیم. این معادله درجه 2 دلتاش این شکلی میشه به 2 یعنی 4 منهای 4 تا آ ضرب در 3 منهای 4 ضرب در 7 دلتا منفی، معادله ریشه نداره، پس برخوردی وجود نداره، از تعداد نقاط برخوردشون میشه 0 نقطه، اصلا اینا با هم برخورد ندارن. تا اینجا سوال حال کردی یا نه؟ روش حال کردی یا نه؟ امیدوارم که خیلی لذت برده باشی، من خودم خیلی حال کردم. سوال داریم یا نه بچه ها؟ سوال چی میگه اگه میخواید من بخونم؟ نه سوالی ندارن. به این اگر اوکی هم که همه یکی اوکی بذارن، اگه اوکی بچه های اوکی بفرستید به این بعدی. عالی بود. اوکی 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 بریم بعد. چیا رو بررسی کردیم؟ خب درجه 2 رو راجع به برخورد وارونش با کس دیگه صحبت کردیم، بعدیش رادیکال رو با هم دیدیم، راجع به همین داستان صحبت کردیم، الان هموگرافیک رو دیدیم. بریم یه دونه مثلا قدر مطلقی ببینیم، یعنی دیگه هر حالتی که طراح بخواد به در و اینجا هر تابعی که مد نظرش باشه رو داریم بررسی می‌کنیم. میگه اگر f x مساوی 2 x به علاوه قدر x باشه، نمودار دو تابع f بارون و j x مساوی x دو n های یک باز گفته در چند نقطه متقاطعند. این سوال رو من سال گذشته قبل از کنکور 98، قبل از برگزاری کنکور 98 به دو دسته حل کردم و جالبه که مشابه همین سوال، یعنی داستان برخورد f بارون با یه تابع دیگه توی کنکور 98 اومد و اتفاقا به نظر خیلی از مشاوره و دبیرهای ریاضی سخت‌ترین سوال کنکور شناخته شده بود. حداقل من میتونم بگم یکی از سخت‌ترین ها بود، اگرم سخت‌ترین سوال کنکور نباشه، ولی یکی از سخت‌ترین ها قطعا بود، چه تو رشته ریاضی چه تو رشته تجربه. تابع f x هم 2 x به علاوه قدر x. بچه ها قرارمون این شد که اگر یه تابعی قدر مطلق داشت تو ریشه داخل قدر مطلق بازش بکنم. پس میگم اگر x هم بزرگتر مساوی 0 باشه داخل قدر مطلق، مثبت قدر مطلق لازم نداره، قدر مطلق رو بردار خودش میاد بیرون، 2x به علاوه x میشه 3x. و اگر x هم منفی باشه، اگر x هم منفی باشه قدر مطلق رو برمیداریم یه منفی هم ضرب میکنیم میشه منفی x. یه 2x هم اینجا داریم، 2x منهای x میشه x. پس نمودار تابع اصلیم، نمودار تابع اصلیم به ازای x های منفی y مساوی x، یعنی همچین شکلی داره، یه همچین شکلی داره، ولی به ازای x های بزرگتر مساوی 0 3x، همون x با شیب تندتر بالاتره. اگر این امتداد y مساوی x باشه 3x همون این شکلی میشه. حالا من میام اینو نسبت به y مساوی x آینه میکنم تا وارونش به دست بیاد. پس وارون تابع f که در راه دنبالشه ببین 3x چون x بوده تو 3 ضرب شده، وارونش میشه x که تقسیم بر 3 شده، یعنی x سوم. یعنی اگر این y مساوی x باشه این x سوم.
این یه تیکه از بارون شیگره مساوی ایکس هم که امتدادش در واقع همین شکلی میشه و بارون رو خودش میفته، چون روی ایکس ما بلایی نیاوردیم، سر ایکس بلایی نیاوردیم تا تولید شد، واسه به دست آوردن بارونش هم دقیقا همین داستانه، بلایی سرش میمونه. پس این شد اف بارون ما. حالا طراح کی رو میخواد؟ طراح محل برخورد اف بارون رو با تابع ایکس دوی منهای یک میخواد. بیاییم بریم ایکس دوی منهای یک، بچه ها ایکس دوی منهای یک، ایکس دوی یک یه واحد کشیده شده پایین، اینم رسمش بکنیم، اینم تابع جه ایکسمون. تعداد نقاط برخورد اف بارون با جه رو میخواد، دارم میبینم توی دو نقطه متقاطع. اگر میتونی حالا برو عدد گذاری بکن ببینم میتونی این سوالی که الان حل کردیم رو عدد گذاری بکنی یا نه. تو دو نقطه متقاطع اما حواست باشه نری دو رو بزنی، عدد دو توی گزینه سه. خیلی متاسفانه سر کنکور این اشتباه رو میخوای، اشتباه خیلی بدیهیه ولی حواست به این داستان باشه. البته بازم تاکید میکنم باز داریم از نفس کاری میشیم، عدد گذاری اگر میتونستی بکنی بهترین روشه، اما اگر طراح مثل اینجا دست و پاتو ببنده مجبورت بکنه که عدد گذاری نکنی، بارون رو به دست بیاری، که اتفاقا نظام جدیدم همین رو ازت میخواد، کتاب درسی نظام جدید همین داستان رو ازت میخواد که بری بارون رو به دست بیاری، اگر این شکلی بود راهش رو به بهترین شکل ممکن بهت یاد دادم. بریم سراغ بعدی. داستان بعدیمون که خیلی هم مهمه راجع به ترکیب بارون یه تابه با خودشه و یه مقدار جلوتر میخوایم بریم راجع به ترکیب بارون یه تابه با یه تابه دیگه صحبت کنیم، یا حتی بارون یه تابه با بارون یه کس دیگه. پس الان برخورد با برخورد بارون با خودش رو بررسی کردیم، برخورد بارون با یکی دیگر هم بررسی کردیم، حالا میریم سراغ ترکیب. ترکیب بارون یه تابه با خود تابه و بعدش ترکیب بارون یه تابه با یه تابه دیگه. اولین چیزی که فعلا راجع به ترکیب میخوایم بررسی بکنیم، ترکیب یه تابه است با وارون خودش. حالا خوب گوش بده، داستان اینه که اگر تابه افم یه تابه وارون پذیر باشه، بیام وارونش بکنم اف وارون تولید میشه. حالا این دوتا رو به هر شکلی که بخوای با هم ترکیب بکنی، مثلا اف وارون رو بردارم بذارم تو دل اف، اف وارون یه چیزی، یا برعکس اف رو بردارم بذارم تو دل اف بارون، بنویسم اف بارون اف یه چیز، جواب جفت اینا میشه چیز بود، جواب جفت اینا میشه چیز، یعنی اف اف بارون رادیکال ایکس میشه رادیکال ایکس، اف بارون اف رادیکال ایکس هم میشه رادیکال ایکس، هرچی اف اف بارون ایکس به علاوه یک میشه ایکس به علاوه یک، اف اف بارون ایکس دو منهای یک با توجه به شرایطش البته میشه ایکس دو منهای یک. اینجا هم همینطور اف بارون اف ایکس به علاوه یک میشه ایکس به علاوه یک. پس هر چیزی که به اینا بدی جوابش میشه همون چیز دیگه، که البته البته توی کتاب درسیتون فقط ایکس بررسی شده، پس منم اینجا فقط ایکس میدارم. بدون اف اف بارون ایکس میشه ایکس، اف بارون اف ایکس هم میشه ایکس، اما این دوتا هم فرق داره. این فرق خیلی مهمه و طراح دقیقا رو همین در واقع فرق میاد برات مانور میده. اینجا رو نگاه بکن، توی اینجا درست جواب جفتشون ایکسه و تو این رو میدونی که ایگرگ مساوی ایکس نمودارش اینه، نیمساز ناحیه اول و سومه، تو این رو میدونی درست جواب جفت اینا ایکسه، اما با هم فرق دارن. توی اینجا x اول وارد f بارون میشه ولی توی اینجا x اول وارد f میشه. یعنی چی؟ یعنی توی اینجا x باید بره توی f و f باید x رو قبولش بکنه، ولی اینجا x باید بره توی f بارون، یعنی f بارونه که باید x رو قبول بکنه. اینجا f باید قبول کنه x بره توش، اینجا f بارون باید قبول کنه x بره توش، یعنی توی اینجا x باید عضو دامنه f بارون باشه ولی توی اینجا x باید عضو دامنه f باشه. پس یه شرط خیلی مهم داره، x عضو دامنه تابع f باشه ولی اینجا x عضو دامنه f بارون باشه. اما ما قرارمون این شد تا جایی که میتونیم سراغ به دست آوردن f بارون نریم، میدونی دامنه f بارون برد f، پس توی اینجا
x باید روز به برد f باشه تو بازه، منظورم ها چون برد شاید به جنسش y که آقا من درسته هم بازه منظورمه، x باید عضو آر f باشه ولی توی اینجا x باید عضو دامنه تابعیت باشه چون اینجا x اول داره وارد f میشه. بیا یه مثال خیلی ساده و قشنگ با هم ببینیم تا این دوتا رو خیلی خوب متوجه بشیم. فرض کن یه تابع دارم این شکلی، یه همچین تابعی داریم که دارم میبینم دامنش از منفی یک مثلا تا مثبت بی نهایت. پس یه تابع افی داریم که دامنش منفی یک تا مثبت بی نهایت. حالا بسته و بازش بسته به اینکه چه شکلی واسمون مطرح بکنم. منفی یک تا مثبت بی نهایت و برد اف از صفر تا مثبت بی نهایت. تا اینجا همه اوکی بچه ها؟ تا اینجا اوکی یا نه؟ اینو همه اوکی این؟ که دامنه اف منفی یک تا مثبت بی نهایت، برد اف صفر تا مثبت بی نهایت، تا اینجا سوال نداری؟ حالا میخوام برم اف بارون اف ایکس رو رسم کنم. بچه ها اف بارون اف ایکس گفتم میشه ایکس، اما این ایکس شرط داره، این ایکس باید عضو دامنه اف باشه. دامنه اف چیه؟ منفی یک تا مثبت بی نهایت. یعنی اجازه نداری کل ایگرگ مساوی ایکس رو رسم کنیم، فقط از منفی یک تا مثبت بی نهایت اجازه داری رسمش بکنی ایگرگ مساوی ایکس رو. پس درسته ایگرگ مساوی ایکسه ولی تو بازه منفی یک تا مثبت بی نهایت. حالا میخوام اف اف بارون ایکس رو رسمش بکنم. اف اف بارون ایکس هم بهت گفتم میشه ایکس، اما اینجا هم یه شرط داره، x باید عضو برد تابعیت باشه چون x داره وارد f بارون میشه، f بارون باید قبولش بکنه، دامنه f بارون همون برد f، یعنی اینجا x باید تو صفر تا مثبت بی نهایت باشه. پس شکل این تابع میشه یه همچین چیز. با توجه به این اطلاعات بریم یه دونه تست خوشگل با عمل بکنیم و بعد دوباره برگردیم عقب. یه نکته خیلی مهم مونده از این تابع، میگه اگر اف ایکس 5 به علاوه رادیکال ایکس نهایی 2 باشه. میدونم یه تابع دارم که دامنش ایکس های بزرگتر مساوی 2. چرا؟ چون زیر رادیکال باید بزرگتر مساوی 2. طرح ضابطه اف بارون اف ایکس رو میخوام. اولا من میدونم حاصل این میشه ایکس، پس گزینه های 3 و 4 که دارن میگن حاصلش میشه منفی ایکس حذف میشن. ما میدونیم حاصل میشه چیز ورودی x رفته دو x میاد بیرون، اینو مطمئنیم. حالا گزینه اول میگه x باشه جواب، به ازای x های بزرگتر مساوی 5. گزینه دوم میشه x باشه جواب ولی به ازای x های بزرگتر مساوی 2. به نظر شما یک یا دو؟ ها جواب بده ببینم، x مون باید بزرگتر مساوی 2 باشه یا بزرگتر مساوی 5؟ یک استاد. گزینه یک. دو. الان چند نفر زدن؟ دو. بله جواب گزینه یک یا دو؟ بیشتر دو زدن. یک هم زدن. چند نفر یک زدن؟ چهار نفر تا الان یک زدن. یک زدن. اشتباه زدن. ایکس مگه وارد اف نمیشه؟ پس ایکس باید عضو دامنه اف باشه. اف باید قبولش بکنه دیگه. دامنه اف چیه بچه‌ها؟ میگه رادیکال ایکس منهای دو نداریم، چیز زیرش یعنی ایکس منهای دو بزرگتر مساوی 0 باشه. پس x بزرگتر مساوی 2 باشه، دامنه f x بزرگتر مساوی 2 x هم رفته تو f، پس f باید قبولش بکنه، پس x باید عضو دامنه تابع f باشه، پس x هم باید بزرگتر مساوی 2 باشه. آفرین به کسایی که زدن گزینه 2. اگر هم اشتباه زده بودی هیچ اشکالی نداره، چون احتمال میدم که این رو شاید برای جدید بوده باشه، موضوعیه که خیلی بهش پرداخته نشده اما تو کتاب درسی هست، خیلی هم مهمه، خیلی هم پررنگ شده توی نظام جدید و متاسفانه توی بذاری از کتاب کمک آموزشی آنچنان که باید بهش پرداخته نشده. من این قسمت دامنه اف رو پاک بکنم. یه مطلب دیگه میخوام بهت بگم، همینجا که با هم صحبت کردیم که گفتم ترکیب هر تابع با بارون خودش میشه چیز بودی، ترکیب هر تابع با بارون خودش چه اف اف بارون چه اف بارون اف میشه چیز ورودی. مثلا اینجا که ایکس داره میره تو جوابم میشه ایکس. حالا فرض کن دو تا تابع داریم
که نمیدونیم چه ارتباطی به هم دیگه دارن. مثلا تابع مختلف، یه تابع داریم F، یه تابع داریم G. طراح به من میگه ترکیب این دوتا، و نمیگم چجوری ترکیب شدن، حالا یا F G X یا G F X. پس چی دارم میگم؟ دوتا تابع داریم که راجع به ارتباط این دوتا هیچ اطلاعاتی نداریم. یه تابع دارم F، یه تابع دارم G. طراح میگه اومدم این دوتا رو ترکیب کردم با هم دیگه، حالا یا F G X تولید شده یا G F X تولید شده. به هر حال میگه این دوتا رو گذاشتم تو دل هم دیگه، ریختمشون رو هم، ترکیبشون کردم، میبینم جوابشون شده X، جواب شده تابع همانی، جواب شده X. اگر این اتفاق بیفته باید بفهمم که این دوتا وارون هم دیگه هم. چون ترکیب یه تابع با وارون خودش میشه X. اینو همشه حواست باشه. یعنی علاوه بر این که تو باید بدونی ترکیب هر تابه با وارون خودش ایکس میشه، برعکس این داستان هم باید بدونی. یعنی باید بدونی که اگر ترکیب دوتا تابه شده باشه ایکس، یعنی اون دوتا وارون هم. بریم یه دونه تسهل بکنیم روی این موضوعی که صحبت کردم الان. کسی سوالی داره؟ پس اینجا چه نتیجه میگیریم؟ این دوتا وارون هم هم. مثلا تابه جه ایکس برابر اف وارون ایکسه. یا میتونم بگم تابع اف ایکس برابر ژ وارون ایکس. این دوتا به هر حال وارون هم میگن. سوال داری روی خیلی موضوع با اهمیتی بود و خیلی مهمه ها. یهو دیدی توی کنکور 99 جز 3 4 تا تست آخر دیدیش و الان یادت میفته که خدای نکرده سوال نکردی. اگه سوال داری بپرس، اینه که کاندیدای خوب واسه کنکورت. سوال دارم؟ سوال اگه سوال داری بپرس. زدن اوکی، فهمیدیم استاد. دمتون گرم. بریم بعدی. یه تابع بهم داده میگه اگه fx 8 پنجم x نهایی 1 باشه، fx هم 8 پنجم x نهایی 1 باشه و ترکیب دو تابع f و g تابع همانی باشه. ترکیب این دوتا رو گفته تابع همانیه بچه‌ها. حالا که تابع همانیه باید بفهمیم ترکیب تابع همانی همون y مساوی x، ترکیب این دوتا شده x، یعنی f و g بارون هم دیگه‌ن. ببینیم چی میخواد. مقدار g سه رو میخواد. ما که f رو داریم، g رو که نداریم بچه ها. f و g گفتم بارون هم دیگه‌ن چون ترکیب شده x، یعنی g سه برابر f بارون سه. پس من باید برم f بارون سه رو پیدا بکنم. حالا دو تا راه خوشگل بهت یاد دادم. هم الان بلدی سریع F رو بارون بکنی بری توش 3 بذاری، هم بهت گفتم هر وقت خواستیم مقدار تابع بارون رو پیدا بکنیم مساوی A مثلا بذاریم، یا از این شکلی از خودمون بپرسیم به جای اینکه حالا ریاضی بخوایم مساوی A بذاریم اینا، بگیم به F بارون، به جای اینکه بگیم به F بارون 3 بدیم چی میدیم، بگیم به F چی بدیم که بشه 3. یعنی میریم F رو مساوی 3 میذاریم، 8 پنجم x منهای 1 رو مساوی 3 میذاریم، یک پا میشه میره سمت راست، 8 پنجم x از اینجا میشه 4، 8 با 4 ساده میشه این میشه 2، از اینجا x در میاد 5 دوم. دارم میبینم طراح این تست کسری دوست نداشته، همه رو اعشاری نوشته، ما هم اعشاری مینویسیم، مینویسیم 2.5 بود اینه 4. سوال؟ نه استاد، همم زده بودن 4. آفرین، خیلی عالیه، خیلی عالیه. بریم سراغ ترکیب یه تابع با وارون یه کس دیگه. حالا الان چیا رو یه بار دیگه منم هی دارم تکرار میکنم، میخوام قشنگ تو ذهنت اینا دستبندی بشه. یعنی صورت سوالو که میبینی تشخیص بدی مسیر حلش چیه. سر جلسه کنکور بچه ها موقع این نیست که بخوای فکر بکنی ببینی چیکار بکنی. سر جلسه کنکور باید به یاد بیاری مطالب رو، و الان که داری احتمالاً آزمون مبحثی میدی به این چیزی که من میگم بر نمیخوری. کسایی که تجربه کنکور دادن رو دارن این داستان رو میفهمن. تو تست اول رو میخونی مثلا راجع به معادله نامادل است، تست دوم مثلا راجع به الگوی نامادل است، تست بعدی مثلا راجع به تابع است، بعدی راجع به مثلا حد مشتق مثلثاته. مدام ذهنه باید عوض بشه. معمولا یه 10-15 ثانیه 20 ثانیه سر هر تستی، سر تست جامعه، سر جلسه کنکور بچه‌ها رو نگه میداره این داستان، به خاطر اینکه باید فکر بکنه که آقا این موضوعی که هستش جزئیاتش چیه، راه حلش چیه،
مثلا این تست مربوط به کدوم قسمت از تابع هستش، اما این کاری که دارم برات میکنم تو طبقه بندی میکنم، این زمانه رو تو دیگه نیازی نیست بذاری، کامل تو ذهنت طبقه بندی شده و فقط مسیر حل میاد تو ذهنت، تو فقط کافیه که اونجا بنویسی این چیزایی که تو ذهنت هست رو. پس ما اومدیم راجع به برخورد اف با وارون خودش صحبت کردیم، راجع به برخورد اف با وارون یک کس دیگه صحبت کردیم، راجع به ترکیب اف با وارون خودش صحبت کردیم، و حالا میخوام راجع به ترکیب وارون یه تابع با یه تابع دیگه صحبت کنم. حالا میتونه یکی از اینها وارون باشه، میتونه جفتش وارون باشه. خلاصه تابع وارون پذیر اف رو دارم، وارونش کردم، میخوام این رو با یه کس دیگری ترکیبش بکنم. مثلا میخوام اف وارون ژ وارون مثلا ایکس رو دنبال اینا. ببین چی کار میکنه. راه عادیش اینه که تو به ژ وارون ایکس رو به دست میاری، اف وارون ایکس رو هم به دست میاری، این دوتا رو ترکیب کنی تو هم دیگه و دوبار توی اینجا هم وارون به دست آوردی، یه بار هم ترکیب کردی، عملا سر جلسه کنکور نمیتونی این کار رو انجام بدی. البته یک سری از سوالاش باز دارم میگم، با عدد گذاری حل میشه، من الان با عدد گذاری برات حل میکنم، اما راه اصلیش رو یاد بگیر. چیزی که توی کتاب درسیت مطرح شده، بهش پرداخته شده و ممکنه باز اینجا یه سوالی ازت بپرسن که طراح مجبورت بکنه ضابطه یه همچین چیزی رو به دست بیاری. واسه یاد از آوردن ضابطه این به ترتیب سه تا کاری که من میگم، اول وارونا رو میندازی دور، وارونا رو که انداختی دور، جای اف و ژ رو عوض میکنی. پس مرحله اول چی شد؟ مرحله اول دور انداختن وارونا، مرحله دوم جای اف با ژ رو عوض میکنی، یعنی اف میشه تاب تویه، ژ میشه تاب بیرونیه. این رو مینویسیم ژ اف ایکس. پس مرحله دومون جا به جا کردن اف و ژ، تابع درونی و بیرونی، این دوتا رو جا به جا. مرحله سوم اینه که چیزی که از مرحله دو به دست اومده، یعنی ژ اف ایکس رو بری وارون بکنی. خوبیش یه اینجا با یه تابع خیلی ساده سر و کار داری. پس توی اینجا توی مرحله بعدی چیزی که به دست اومده رو وارونش میکنم. یه بار ببینیم چی کار کردیم. وارونا رو انداختیم دور. وارونا رو انداختیم دور. رو فرض کنیم اینا باشن. برگردیم. به ترتیب ببینیم به صورت ریاضی هم. وارونا رو انداختیم دور. جای اف و ژ رو با هم عوض کردیم. شد ژ اف ایکس. جای تویی و بیرونی رو عوض کردیم. مرحله آخر میرم چیزی که به دست اومده رو وارونش میکنم. پس حالا به این اصلا توجه نکن، این اصلا واسه من مهم نیست، بندازش دور. اما به ترتیب این سه تا کاری که من گفتم، وارونا رو بنداز دور، جای تویی و بیرونی رو عوض بکن، چیزی که به دست اومده رو وارون کن. بریم یه دور تست با هم ببینیم اگر اوکی با این. تست اینو میگه، میگه اگر اف ایکس یک به علاوه رادیکال ایکس باشه و تابع ژی ایکس هم برابر ایکس دو باشه و ایکس همون بزرگتر از صفر باشه، چرا اینو گفته به نظرت؟ چون ژ ایکس یه تابع درجه دوم، تابع درجه دوم تو حالت کلی وارون پذیر نیست، باید توی رأس یعنی نقطه صفر محدود بشه برای اینکه بتونه ژ وارون رو راجبش صحبت بکنه، راجبش سوال بپرسه. حالا من مگه ژ وارون اف وارون ایکس رو نمیخوام؟ اینو میخوام دیگه. برای به دست آوردن این گفتیم اصلا با وارون سر و کار نداشته باشیم، وارونا رو بنداز دور، بی خیال این وارونا شو، اینا رو بی خیال، خود تابع اف بشه، اینا رو جابجا کن، یعنی برو اف ژی ایکس رو به دست بیار. مرحله بعدی رو میریم وارونش میکنیم، بریم اف ژی ایکس رو به دست بیاریم، یعنی بریم تو دل تابع اف ایکس ها رو بکنیم، ژ بندازیم. اینجوری میشه، نگاه بکن، میشه یک به علاوه تابع اف مون یک به علاوه رادیکال ایکس، حالا ایکسشو برمی‌دارم ژ می‌ذارم، میشه یک به علاوه رادیکال ژ ایکس. حالا من بگو ببینم ژ ایکس چیه؟ ژ ایکس مگه ایکس دو نیست؟
پس میشه یک به علاوه رادیکال ایکس دو. رادیکال ایکس دو مگه قدر ایکس نمیشه؟ اما ایکس بزرگتر از صفر، پس نیازی نیست قدر مطلق بذاریم. جواب این میشه یک به علاوه ایکس. حالا برای به دست آوردن چیزی که طراح میخواد، قرار شد این رو بارونش بکنیم. این مرحله یک بود، این مرحله دو بود، مرحله سه بریم اینی که به دست اومده رو بارون کنیم. تو نگاه میتونی اینو بارون کنی چجوری تولید شده؟ x بوده به علاوه یک شده، x رو میگیری منهای یک میکنی. پس چیزی که طراح میخواست x منهای یک گزینه یک باشه. دسته بچه همه اوکی حال کردید اینو یا نه؟ همه اوکی؟ بله. سه نفرم جواب یک، سه چهار نفرم جواب یک رو داده بود. خیلی هم عالی، خیلی عالی. اما این سوال کنکور سراسری نظام قدیمه. این سوال با عدد گذاری هم حل میشه. بریم با عدد گذاری هم حل بکنیم. بچه ها حتما راه اصلیش رو یاد بگیم. حتما راه اصلیش رو اونم به شکلی که من میگم یاد بگیم. به خاطر اینکه تو نمیدونی توی کنکور 99 قراره چه سوالی مطرح بشه. ممکنه یه سوالی بدن که مجبورت بکنن این مسیری که من رفتم رو بگیم. و خیلی راحت تر با توجه به چیزی که گفتم، خیلی راحت تر و خیلی سریع تر از رقبات با کسی که صندلی کناری نشسته میتونی به جواب برسی. اون موقع خیلی ها اونایی که فقط عدد گذاری کار کردن نمیتونن خیلی از این تستا رو پاسخ بدن، ولی تو میتونی هر سوالی که بهت بدن رو با توجه به چیزی که دارم بهت میگم حل بکنی. نگاه بکن، ژ وارون اف وارون ایکس رو مگه نمیخواد؟ ما کلا تو هر سوالی که ضابطه بخواد، تو هر سوالی از هر مبحثی، حالا نه الزاماً تابه باشه، هر جایی توی هر توی مشتق، حتی انتگرال نظام قدیم، هر جایی که ضابطه بخواد میتونی بری عدد گذاری بکنی. این شکلی عدد گذاری میکنم، میرم یه عدد دلخواه به این میدم، فقط حواست باشه گفته x بزرگتر از صفر باشه. من مثلا x یک میدم، x یک بدیم بچه ها، یک بدیم. f بارون یک چی میشه؟ به جای اینکه بگیم f بارون یک چی میشه، به جای اینکه بگیم به f بارون یک بدیم چی میده، میگیم به جای اینکه بگیم به f بارون یک بدیم به همون چی میده، میگیم به f چی بدیم که یک بشه. پس میخوام f برابر یک بشه، fx میخوام برابر یک بشه. بچه ها به یک به علاوه رادیکال x چی بدی که یک بشه؟ واضحه که صفر بدی یک میشه. پس جواب این میشه عدد صفر. صفر میره توی ژ وارون. به ژ وارون صفر بدیم چی میده؟ به جای این میگیم به ژ چی بدیم صفر بشه؟ ژ ایکس دو دیگه، واضحه صفر بدی صفر میشه. پس این تابه اول یک گرفت، در نهایت صفر داد. پس گزینه نشون دهنده ژ وارون اف وارونه که اگر بهش یک بدی بهت صفر بده. گزینه اول رو بهش یک بدی بهت صفر میده، گزینه دوم رو بهش یک بدی بهت دو میده، حذف میشه. گزینه سوم هم اگر بهش یک بدی بهت صفر میده، میتونه بمونه. اما گزینه چهارم یک بده بهت دو میده، حذف میشه. بریم سراغ یه عدد دیگه، چون دو تا گزینه هم. همونطوری که داری میبینی عدد گذاری هم آنچنان راحت نبوده و باید به هر حال هم حواستو جمع بکنی، هم اینجا لازمه که دو بار عدد گذاری کنی. این دفعه میرم مثلا دو میدم به تابع فارون. بچا دو بدیم، به جای اینکه بگیم فارون دو بدیم چی میده، میگیم چی بدیم دو بشه؟ میخوای اف دو بشه، میخوای اف برات دو تولید کنه. یک به علاوه رادیکال ایکس میخوای بشه دو، ایکس باید یک باشه دیگه، یک به علاوه رادیکال یک میشه دو دیگه، پس یک میاد دو. یک میخوای وارد ژ وارون بشه، به جای اینکه بگی ژ وارون یک چی میشه، برو ببین به ژ چی بدی که بهت یک بده. واضحه اگر به ژ یک بدی بهت یک بده. پس جواب اینجا هم میشه یک. چی دادیم اول؟ اول دو دادیم، یک گرفتیم. گزینه جوابی که بهش دو بدیم به همون یک بده. گزینه اول رو دو بدیم میشه دوی منهای یک و یک میده و همین پاسخه. اما گزینه سوم رو اگر دو بدی چهار منهای یک یعنی سه میده و گزینه سه هم با روش عدد گذاری حذف شد. اما باز میگم روش اصلی رو که به گفتم خیلی خوب سعی کن تعقیب بکن. خب بریم سراغ تست بعدی. اون تستی که با هم حل کردیم، طراح ضابطه مثلا ژ وارون اف وارون میخواست، توی اینجا مقدار ژ وارون اف وارون میخواد که این تست کنکور خارج همین امسال، کنکور 90
8. میگه اگر f x هم 2/5 x منهای 4 باشه، پس f x رو به هم داده 2/5 x منهای 4، تا به ژ x هم به هم داده x 3 به علاوه x، x 3 به علاوه x داده، ازم مقدار ژ وارون f وارون 8 رو سوال کرد. خب اینجا دیگه نیازی نیست که اینجا خودش مقدار خواسته، اصلا لزومی نداره تو بری ضابطه بنویسی، اینجا خودش مقدار خواسته بهت گفتم تو سوالی که مقدار میخواد برو عددش رو به دست بیار، یعنی اینجا اصلا عدد گذاری هم معنا نداره، اینجا نمیتونی عدد گذاری بکنی، حواست باشه خودش مقدار داره عدد میخواد، عین اون سوال مقداری است. البته یه ترکیبی هم شده، f بارون 8 رو اگر بخوای به دست بیاری میگی که به f بارون 8 بدیم چی میشه، اینجا ببینید f رو مساوی 8 می‌ذاری، میگی f چی بدیم بهمون 8 بده، واسه پیدا کردن f بارون 8 باید بری خود f رو مساوی 8 بذاری، یعنی بریم معادله 2/5 x منهای 4 مساوی 8 رو حل بکنیم، این پا میشه میره این بعد 2/5 x میشه عدد 12، این میشه 6، از اینجا x در میاد عدد 3، پس این مقدار شد 3. حالا ژ وارون سی رو میخواییم، واسه پیدا کردن ژ وارون سی چی کار باید بکنیم؟ واسه پیدا کردن ژ وارون سی باید داریم ژ رو مساوی سی بداریم، یعنی از خودمون بپرسیم به تابع x 3 به علاوه x چی بدم که بشه سی، باید این معادله x 3 به علاوه x مساوی سی حل بشه، که البته قطعا طراح سر جلسه کنکور ازت انتظار اینو نداشته که یه معادله درجه 3 حل بکنی، حدس بزن یه نگاه بنداز واضحه که 27 به علاوه 3 مساوی 3، یعنی 3 به توان 3 به علاوه 3 مساوی 3 میشه، از اینجا واضحه که x برابر 3 هستش، طراح هم مطمئن باشد انتظار حل همچین معادله رو نداشته، میخواسته یه نگاه بندازی ببینید توی این معادله مثلا 3 بذاریم اوکی میشه دیگه، پس جوابمون در نهایت میشه عدد 3 و گزینه 4 پاسخ تستمونه. این به عنوان آخرین تست بچه ها از مبحث تابع وارون، امیدوارم اینا رو خوب تمرین بکنی و الان ازت میخوام که حتما بری خودت رو با جلسه قبلیت مقایسه بکنی، با قبل از اینکه این چیزایی که من بهت گفتم رو بررسی بکنی، چیزایی که خیلی خیلی از رقیباتون حتی دنبالش نمیان و هیچ وقت هم بهش نمیرسن و این باید فرق تو باشه با بقیه که اینا رو نمیدونن، امیدوارم بتونی ازش استفاده بکنی، باید تمرین بکنی چون تویی که اینا رو میدونی، اگر تمرین نکنی با کسی که اینا رو نمیدونه هیچ فرقی نخواهد داشت، اینا رو حتما خوب تمرین بکن، یادت باشه ریاضی فقط تمرینه. شما رو خدای بزرگ میسپارم تا جلسه بعدی، خدا نگهدار. خسته نباشید استاد. بچه ها جواب رو هم میدادن، مرسی، عالی عالی. چند ببینم؟ 45 دقیقه باز چند شده؟ من یه من میدادم به 35 تا.